قصه های مجید عنوان مجموعه داستانی از هوشنگ مرادی کرمانی است که در 5 جلد چاپ و منتشر شده است. نخستین جلد از این مجموعه در سال 1358 منتشر شده است. این کتاب بعداً به صورت یک مجله نیز منتشر شده. این مجموعه تا کنون بیش از 23 بار تجدید چاپ شده است. با ما همراه باشید تا یادی از این مجموعه تلویزیونی محبوب و نوستالژی کنیم. قصه های مجید درباره زندگی مجید و ماجراهایی است که بر وی می‌گذرد. مجید نوجوانی است که پدر و مادر خود را از دست داده است و با مادر بزرگش بی‌بی زندگی می‌کند. در این داستان‌ها مجید نوجوانی است که کتاب زیاد می‌خواند و انشای وی خوب است. عاشق فیلم و سینما و بازیگری است و آرزوی نویسنده شدن دارد. وی در برخی دروسش ضعیف است و بی‌بی و مجید با حقوق بازنشستگی پدر بزرگ مجید روزگار می‌گذرانند. و همچنین بیبی با بافتن ژاکت و مجید با کار در یک نانوایی در اوقات فراغتش کمک خرج خانه هستند. قصه های مجید دارای نثر زیبا و طنزآمیز است و سرشار از ضرب المثل ها و نکات و اصطلاحات عامیانه زیبایی است که بر دل خواننده می نشیند. قصه های مجید در سال 1353 به صورت نمایش رادیویی هم از برنامه خانواده رادیو پخش شد. در این نمایش رادیویی ژاله اولوب در نقش بیبی ایفای نقش کرد. قصه های مجید بیش از 10 سال پس از انتشار نخستین مجموعه و در سال 1364 کتاب برگزیده سال شد. هوشنگ مرادی کرمانی در مراسم تجلیل از کتابداران و ترویج گفتمان کتاب و کتابخانی در رشت درباره این مجموعه گفته است: قصه های مجید بر مبنای واقعیت از زندگی خود من نگاشته شده است. بر اساس مجموعه داستان های قصه های مجید، یک مجموعه تلویزیونی به همین نام و به کارگردانی کیومرس پور احمد ساخته شده است. این مجموعه شامل 9 قسمت بود که در سال 1371 عصرهای جمعه از تلویزیون پخش می شد و بینندگان فراوانی داشت و محبوبیت زیادی در بین کودکان و نیز بزرگسالان پیدا کرده بود. علاوه بر 9 قسمت مجموعه تلویزیونی فوق، 2 فیلم هم از قصه های مجید به نام های شرم و صبح روز بعد توسط کیومرس پور احمد ساخته شد. در این مجموعه تلویزیونی و فیلم ها پروین دخت یزدانیان در نقش بیبی و مهدی باقربیگی در نقش مجید ایفای نقش کردند. در سال 1372 کیومرس پور احمد فیلم دیگری به نام نان و شعر بر اساس داستانی از قصه های مجید ساخت. خب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردید حتما برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که برای دیدن برنامه های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.